سلام و درود بینده های عزیز. امروز چهارشنبه 26 اسد سال 401 هجری خورشیدی که برابر است با 17 آگوست سال 2022 میلادی می باشد. با مشروع خبرهای این ساعت، نیروهای استخبارات طالبان می گوید که مولوی مهدی را در مرز ایران و افغانستان کشتند. وزارت دفاع اداره سرپرست طالبان روز چهارشنبه 17 آگوست که برابر است با 26 اسد گفته است که مولوی مهدی مجاهد فرمانده یا ناراضی این گروه توسط جنگجویان طالبان کشته شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت با فرستادن خبرنامه به خبرنگاران گفت که مهدی مجاهد که سرکردی بغاوتگران برای ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بوده توسط افراد این گروه امروز شناسایی شده و در مرز میان افغانستان و ایران کشته شده است. آقای خوارزمی همچنین گفت که مهدی مجاهد پس از بغاوت علیه طالبان در ولسوالی بلخاب این ولایت همراه با شمار از افراد تحت امرش با کوها متواتر شده و هنگامی که قصد فرار به ایران را داشت در نقاط مرزی میان دو کشور کشته شده است. مولوی مهدی مجاهد یک از فرماندهان پیشین گروه طالبان بود که به تازگی از صفوف این گروه جدا شده و علیه آنان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل سلاح برداشته بود. این فرمانده پیشین طالبان از قوم هزاره و مسلمان شیعه بود و در ماهی گذشته با عنوان رئیس استخبارات طالبان برای ولایت بامیان کار میکرد. آقای مهدی پس از برکناری از این اداره با زادگاهش ولسوالی بلخاب ولایت سرپل رفته و جبهه‌ای را علیه طالبان تشکیل داده بود. اما نزدیکان آقای مهدی مجاهد تاکنون درباره ادعای وزارت دفاع حکومت سرپرست طالبان در مورد کشته شدن و ابراز نظر نکردند. پس از یک هفته درگیری میان افراد مولوی مهدی مجاهد و گروه طالبان در ولسوالی بلخاب، وزارت دفاع طالبان از فرستادن صدها نیرو به این ولسوالی خبر داد و گفته بود که آنان تمام بخش‌های این ولسوالی را در کنترل خود دارند. همزمان با این، با ورود به بخش‌های ولسوالی بلخاب گزارش‌ها به نشر رسید که افراد این گروه در این ولسوالی دست به کشتار غیر نظامیان زدند. همزمان با تشدید جنگ‌ها، شمار از نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر با اظهار نگرانی از وضعیت در این ولسوالی گفتند که طالبان در این ولسوالی دست به اقدام انتقام جویانه به شمول اعدام ها و مجازات دست جمعی غیر نظامیان زدند. اما پس از نشر گزارش ها در خصوص تلفات غیر نظامیان در این ولسوالی، طالبان گفتند که جنگ در این ولسوالی اصلا وجود ندارد و گزارش ها در مورد تلفات غیر نظامیان کاملا نادرست و دور از حقیقت است. اخیراً دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری از سازمان ملل متحد اوچو از آور شدن هزار نفر به شمول زنان و کودکان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل خبر داد و گفته بود که تلاش برای کمک به آنان ادامه دارد. بر اساس معلومات ملل متحد، در پی هجوم طالبان و تشدید جنگ در بخش‌های بلخاب دست کم 27,000 نفر از مناطقشان در این ولسوالی بیجا شدند. با گفته های اوچا، بسیار این خانواده‌ها از ترس درگیری‌ها به قسمت‌های بلندی‌کوه‌ها و بخش‌های ولایت بامیان فرار کردند و در حال حاضر در وضعیت ناگوار و سر میبرند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان گردید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.